خب مثل هر شب بریم یه نگاهی به آمار و ارقام مربوط به اعتیاد، اون هم اعتیاد در مدارس و سنین کم در ایران رو با هم دیگه مرور کنیم. بر اساس آماری که اعلام شده از کل معتادان در ایران، 35 افرادی که زیر 35 سال هستن و اعتیاد دارن 65% کل معتادها رو تشکیل میدن و جالب اینه که از این 65% 15.8% کسانی هستن که زیر 20 سال سن دارن و این خودش یک زنگ خطری است از افرادی که زیر 20 سال سن دارن و متاسفانه به اعتیاد دچار هست. حالا ببینیم چقدر این اعتیاد در میان دانش آموزان ایرانی رواج داره. البته خوشبختانه آمارها خیلی پایینه، اما به هر حال باید بهش توجه کرد. سال 86 مشاور ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که 30,000 دانش آموز معتاد در ایران وجود داره. آمار جدیدی از سال 86 تا امروز سال 89 که با هم صحبت میکنیم اعلام نشده، اما بذارید یکی دو تا شاخص رو خدمتتون عرض کنم ببینیم آیا این انتظار چه هست، آیا این آمار افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده. از جمله استفاده از مواد روانگردان مثل این قرصهای اکس و غیره از 15 سال به 13 سال سن استفادهش کاهش پیدا کرده. این رو محسن فریدی یکی از مسئولان آموزش پرورش گفته که عنوان ایشون هم خیلی جالبه. ایشون مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مواجهه با بلایای طبیعی در وزارت آموزش پرورش هستن که متاسفانه خبر دادن استفاده از مواد روانگردان در بین از 15 سال به 13 سال سن استفادهش کاهش پیدا کرده. یه شاخص دیگه که میخوام باهاتون در میون بذارم در مورد میانگین سنی معتادان در تهرانه. در سال 85 در این نمودار میبینید سمت چپ، معتادانی که دائما استفاده میکنن از 24 سال بود و اون ستون نارنجی کنار زرد معتادان تفننی بود. سال 88 اون دو ستون سمت راست رو عرض میکنم، معتادان دائمی بر اساس آماری که اعلام شده سنشون به 20 سال کاهش پیدا کرده و معتادانی که تفننی استفاده میکنن سنشون به 18 سال کاهش پیدا کرده. این رو در حقیقت این آمار سال 88 رو آقای سرهنگ کاشفی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ اعلام کرده که اگر اشتباه نکنم چند روز پیشا تو خبرها میخوندم که بازنشست شدم. به هر حال بنابراین میشه انتظار داشت که با توجه به کاهش سن اعتیاد در این 3-4 سال اخیر به نوعی اون آمار سال 86 که اشاره به 30,000 دانش آموز معتاد در مدارس داشت به نوعی افزایش پیدا کرده باشه. البته این رو هم بگم که تو 2-3 سال اخیر وزارت آموزش پرورش و ستاد کل نیروهای ستاد مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی به نوعی با هم همکاری هایی داشتن، توافقنامه هایی داشتن که حالا در طول برنامه بهش اشاره میکنیم. یکی دو تا آمار دیگه هم مونده. یکی مصرف سیگار و قلیان میان دانش آموزان که در سال 85 12-13% بود، آمارهای جدید میگن که 28-29% این آمار افزایش پیدا کرده که آمار قابل توجهیه. و پژوهشی از دو پژوهشگر خانم آفرین رحیمی موقر و الهه سهیمی ایزدیان گزارش داده که اعتیاد بین افراد کم سن و سال مشخصا به مواد افیونی تا 10,000 نفر اعتیاد دارن تو رده دانش آموزان. و آخرین نکته ای که میخوام تو بخش نمودارها بگم اینه که مصرف مواد غیر مجاز، حالا انواع مختلفش، در 3 رده سنی تحقیق شده. بر اساس اون کلاس 8 یعنی 3 راهنمایی 15% از مصرف مواد غیر مجاز استفاده میکنن. این مواد همه چیز رو در بر میگیره، از مشروبات الکلی، سیگار و غیره. کلاس 10 یعنی سال دوم دبیرستان این رقم به 31% بین دانش آموزا افزایش پیدا میکنه و در کلاس 12 یا سال آخر دبیرستان این رقم به 35% افزایش پیدا میکنه که خب این رقم ها نشون میده که تو مقطع دبیرستان دانش آموزا به نوعی با این خطر بیشتر از قبل مواجه هستن. بعد از آمار و ارقام اول برنامه برسیم به گزارش اول برنامه امشب. همین چند روز پیش وزیر آموزش پرورش توی یه همایش گفت به جای سوال در مورد اعتیاد دانش آموزان مدارس به چیزهای خوب فکر کنید.
حالا شوخی یا جدیش رو نمیدونم، اما بد نیست تو این گزارش یه نگاهی به وضعیت اعتیاد در مدارس ایران بشه. این گزارش 3 دقیقه‌ای رو ببینید، برمیگردیم بیشتر با هم حرف میزنیم. ماه گذشته هنگامی که وزیر آموزش و پرورش ایران در خصوص اعتیاد در مدارس کشور مورد سوال قرار گرفت، گفت در مورد اعتیاد دانش آموزان صحبت نکنید. حمید رضا حاجی بابایی بدون واکنش به سوال خبرنگار خبرگزاری ایلنا از او خواست به چیزهای خوب فکر کند. سوال این خبرنگار پس از آن مطرح می شد که یکی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام کرده بود که آمار اعتیاد در مدارس بیش از اعتیاد در پادگان هاست. در سالهای اخیر همواره اعتیاد در مدارس ایران از سوی مسئولان آموزش و پرورش انکار شده و همین مسئله واکنش مقامهای انتظامی را برانگیخته، به طوری که چندی پیش فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت آموزش و پرورش دانش آموز معتاد را اخراج می کند و بعد می گوید ما دانش آموز معتاد نداریم. روش حذف دانش آموزان معتاد موجب شده اطلاع رسانی و کار آماری در مدارس با سختی مواجه شود، به خصوص که بسیاری از دانش آموزان از ترس اخراج از مدرسه در پژوهش‌ها از اعتیاد خود سخنی به میان نمی آورند. 3 سال پیش مشاور ستاد مبارزه با مواد مخدر از اعتیاد 30,000 دانش آموز خبر داده بود. در سالهای اخیر با اینکه مصرف مواد مخدر در ایران افزایش یافته، اما هیچ مقامی در آموزش و پرورش آمار جدیدی اعلام نمی کند. با اینکه مدیر کل فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر هم اردیبهشت امسال اعلام کرده بود تا 3 ماه آینده نتایج پژوهشی در مورد اعتیاد در مدارس را بدون تعارف و انکار اعلام می‌کنیم، اما با گذشت 5 ماه از این گفتگو هنوز نتایج اعلام نشده است. در 3 سال اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران بودجه معادل 10 میلیارد تومان برای پیشگیری از اعتیاد در مدارس اختصاص داده و برخی تن دادن آموزش و پرورش به صرف این بودجه را تایید ضمنی اعتیاد در مدارس از سوی این نهاد تلقی می کنند. در برخی اظهارات مسئولان نهاد آموزش در ایران هم این تغییر نگرش مشخص است. از جمله وزیر آموزش و پرورش که گفته دانش آموز معتاد از مدارس اخراج نمی شود. 3 سال پیش اکبر علمی نماینده وقت مجلس نسبت به اعتیاد دانش آموزان و همچنین تغییر الگوی مصرف از موادی مثل تریاک به شیشه و کراک سخن گفته بود. اواخر سال گذشته محمود احمدی نژاد جلسه با اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر داشت که البته بعد از این جلسه به نوشته سایت خبر آنلاین مانند بسیاری از دیگر مشکلات کشور این بار هم دست بیگانه در اعتیاد دخالت داده شد. و طه طاهری قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر توزیع مواد مخدر را یک طراحی آمریکایی انگلیسی نامید. در حال حاضر آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر تفاهم نامه ای امضا کردند که قرار است بر اساس آن پیشگیری اعتیاد در مدارس جدی تر دنبال شود. حتی در بخشی از این تفاهم نامه آموزش حتی از مقاطعی چون مهد کودک مورد توجه قرار گرفته است. به رغم این توافقنامه برخی از صاحب نظران مسائل اجتماعی اعتقاد دارند که هزینه ها برای پیشگیری در مدارس باید 10 برابر شود.